یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی ایران از کشتیرانی، صنایع هوایی و بانک‌ها و سیستم‌های مالی و ارزی به صنایع نفتی و پتروشیمی و صنایع سنگین مثل فولاد کشیده شد و در پرده‌های آخر به تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحریم شخص علی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و اموال و دارایی‌های او رسید، اروپایی‌ها ادعا می‌کنند که برای حفظ برجام اینستکس را به راه می‌اندازند. جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی را تهدید کرده بود و به روایتی اولتیماتوم داده بود اگر در مهلت 60 روز سازوکار مالی اینستکس را اجرا نکنند، تعهداتش در برجام را کاهش می‌دهد. طبق آنچه حسن روحانی و مقام‌های سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته‌اند، این تهدیدات در گام اول شامل خودداری از فروش مازاد بر 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و نیز خودداری از فروش مازاد 130 تن آب سنگین عراق می‌شود. در این میان جریان‌های نزدیک به مرکز قدرت از جمله حزب‌اللهی‌ها و دلواپسان بلوف خروج از برجام و خروج از NPT را زدند و حتی محمد جواد ظریف به طور خفیف با آنها همصدا شد و احتمال آن را رد نکرد. جمعه 7 تیر ماه در دقیقه 90 کمیسیون مشترک برجام در بروکسل تشکیل شد که سید عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف در آن حضور داشت. هلگا اشمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد اینستکس وارد مرحله اجرا شده و اولین معاملات در حال پردازشند. همچنین به گفته وی تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته‌اند و پیشرفت خوبی در پروژه‌های عراق و فوردو صورت گرفته است. این ادعاها در حالی است که راه اندازی اینستکس در داخل ایران با واکنش‌های متضادی روبرو شده است. جریان موسوم به اصلاح طلب و دولتی‌ها و بخشی از محافظه‌کاران ادعا می‌کنند اینستکس اثرگذار است. حتی حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یک شنبه به روزنامه همدلی مدعی شده است که با راه اندازی این سازوکار مالی نقشه‌های ترامپ نقش بر آب شد و تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها شدت می‌گیرد. اما کیهان تهران در تیتر نخست خود نوشته آقای رئیس جمهور از برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس را نخورید. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه نیز در سرمقاله‌ای با عنوان روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید گفته است که این سازوکار مالی در یک کلمه نفت در برابر غذا و داروست و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل کند، اما در مقابل از کشورهای اروپایی و نه هیچ جای دیگر کالا خریداری کند. اما چه کالایی؟ فقط اقلام دارویی و غذایی. تا اینجا همه امتیازها به نفع اروپاست. خب سهم ما چه می شود؟ آیا کشورهای اروپایی از ما نفت می خرند؟ پاسخ اینستکس به این سوال منفی است، چرا که اروپا اگرچه ادعا می کند با خروج آمریکا از برجام مخالف است، ولی با کمال وقاحت و از موضع بالا تاکید می کند که به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان پایبند است و خروج آمریکا از برجام باعث نمی شود که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در تیتری با عنوان آفتاب لگن اینستکس تشریح کرده که این سیستم مالی برای دور زدن تحریم‌ها نیست و قرار نبوده باشد و صرفاً یک جست اروپایی برای نشان دادن حسن نیت به ایران است. در این میان جمهوری اسلامی اروپایی‌ها را تهدید کرده که با کاهش تعهدات برجامی خود از سقف مجاز ذخیره اورانیوم و آب سنگین عبور می‌کند. اما مسئله‌ای که نباید فراموش کرد این است که سه‌شنبه 14 اردیبهشت 98 4 می 2019 دولت آمریکا انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور را تحریم کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی باید تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هر کشوری که برای توسعه نیروگاه بوشهر به ایران کمک کند مورد تحریم قرار می‌گیرد. همچنین دولت آمریکا معافیت صادرات آب سنگین به عمان و همکاری روسیه با ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را لغو کرده است. به علاوه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده است هر گونه همکاری کشورهای ثالث در زمینه توسعه نیروگاه اتمی بوشهر و یا انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین به خارج از ایران به تحریم این کشورها منجر می‌شود. بر اساس این تحریم‌ها و محدودیت‌ها بود که حسن روحانی تهدید کرد جمهوری اسلامی دست به اقدامات قاطع می‌زند. اما این اقدامات چه بود؟
دولت روحانی فروش آنچه را که خرید آن توسط ایالات متحده ممنوع شده بود متوقف کرد، اما به اروپا اولتیماتوم دادند که ذخایر اورانیوم را افزایش می‌دهیم. در همان زمان سید حسن نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت ادعا کرد جمهوری اسلامی نیز با تمام توان از ظرفیت هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد و توسعه صنعت هسته‌ای را ادامه می‌دهد هرچند تحریم‌های جدیدی علیه ما وضع شود. جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امید مجلس نیز با اشاره به عدم تمدید معافیت‌های هسته‌ای گفته آمریکا به اعتماد جهانی آسیب زده، لذا ایران باید به شورای امنیت و دیوان لایحه شکایت کند. تحریم جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا مانع از انتقال اورانیوم به کشورهای ثالث می‌شود و در نتیجه ذخایر آن بالا می‌رود و اصلی‌ترین راهی که برای رژیم باقی می‌ماند کاهش تولید است و در چنین شرایطی آمریکا فشار می‌آورد که حکومت ایران باید فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند. به بیان دیگر، مبنای آنچه در تهران آفتاب لگن اینستکس یا جس سیاسی اروپایی‌ها می‌دانند چیزی نیست جز جس حیثیتی جمهوری اسلامی. در واقع جمهوری اسلامی و دولت روحانی پیامدهای تحریم را به عنوان اقدامات خود علیه تحریم غالب می‌کنند. پس از نشست کمیسیون مشترک برجام، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که در این نشست از اجرای طرح‌های تغییر کاربردی هسته‌ای فردو و راکتور آب سنگین عراق حمایت شد. در متن بیانیه کمیسیون برجام بند 5 آمده اعضا همچنین در میان سایر موضوعات مختلف مطرح پیشرفت خوب در پروژه مدرن‌سازی راکتور تحقیقاتی عراق و پروژه تبدیل تأسیسات فردو برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار آنگونه که در برجام پیش‌بینی شده بود مورد توجه قرار دادند. اعضا بر اهمیت این پروژه از منظر عدم اشاعه هسته‌ای تأکید کردند. اما در ایران به افکار عمومی اینطور القا می شود که جمهوری اسلامی در ازای اجرای اینستکس پذیرفته که قید افزایش ذخیره سازی اورانیوم و آب سنگین را بزند، حالان که در عمل اروپایی ها در ازای اینستکس که مبادله محدود کالا و بدون رفتن پول به جیب جمهوری اسلامی است، رژیم ایران را آنچه تا پیش از تحریم انتقال اورانیوم در چارچوب برجام انجام میداد نیز محدودتر کرده اند، چرا که باید تولید خود را کم کند تا انباشت ذخایر اورانیوم از حد مجازی که در برجام تعیین شده فراتر نرود. به این ترتیب به نظر می رسد که کمیسیون برجام با پنبه سر جمهوری اسلامی و سید عباس عراقچی را بریده است.